خب صفحه 6، تمرین صفحه 6 رو قرار اجرا بکنیم. من در مورد این پرده نیم پرده توضیح براتون دوباره روی ساز بدم. ببین گفتیم بین نوت می و فا نیم پرده فاصله است. خب سیم آزاد ما، سیم ششم آزاد ما نوت می رو به صدا در میاره. فرض کنید اینجا من یه فرت فرضی میگیرم، یعنی خب گرفتن یا نگرفتنش که هیچ تاثیری نداره. شما فرض کنید اینجا یه فرت فرضی، پس من در اصل نوت می رو گرفتم. وقتی من سیم آزاد میزنم نوت می، یه فرت فرضی رو اینجا گرفتم، این نوت می هستش. بین نوت می تا فا نیم پرده هست که گفتیم وقتی فاصله بین نوت نیم پرده باشه، روی فرت بعدی نوت فا در اصل قرار میگیره. پس می آزاد فا روی اولین فرد با انگشت یک، چون ما هر فرد رو با همون انگشت میگیریم. بعد از فانوت سول هستش که یک پرده فاصله است، پس یه فرد رو جا میذاریم. فرد سوم فاصله در اصل یک پرده، بین میتافا فاصله یک پرده یه. پس چون این هر کدوم یه نیم پرده است، یه نیم پرده یه نیم پرده، پس میشه یک پرده. بین فا تا سول یک پرده فاصله است که انگشت سوم فرد سوم سیم ششم میشه نوت سول. همیشه یادتون باشه انگوش گذاری که میخوایم بکنیم با نوک انگوش در از ما انگوش گذاری میکنیم، و ترجیحا سعی کنید به کمترین فاصله به میفرت میفرت جلویی انگوش گذاری کنید، یعنی اینجا نگیرید هیچ وقت نوتو با کمترین فاصله، نه روی میله بگیرید نه اینکه خیلی عقب‌تر باشه، با کمترین فاصله پشت میفرت انگوش گذاری کنید که با کمترین فشار بتونید بهترین و شفاف‌ترین صدا رو به دست بریم. همیشه هم یادتون باشه فعلا توی تمرین ها ما هر فرت رو با همون انگوش میگیریم، یعنی اگر انگوش دوم باشه فرت دوم باشه، انگوش دوم، سوم، سوم، چهارم، چهارم، که فعلا روی این سیم با انگوش دو و چهار ما کاری نداریم، انگوش اول و سوم و آزاد. پس میشه می، فا، سول، که فاصله بین می تا فا نیم پرده، فا تا سول یک پرده است. حالا من تمرین رو براتون اجرا بکنم از میزان 4 ضربیه تا 4 براش میشوریم مثل تمرین قبلی. خب تمرین رو براتون اجرا میکنم، گوش بدید. در از ضرب چهارم میزان آخر ما سکوته، پس میزنیم چی؟ می می می، صدای ساز رو میگیریم. اینم یادتون باشه همیشه توی تمرین ها ما ضرب رو ثابت میگیریم، یعنی که شما نمیتونید این تمرین رو مثلا اینجوری اجرا بکنید می و می می، خب یک دو سه چهار تون بکنید، کندش بکنید، مثل ثانیه شما رو ساعت، مثل عربی ثانیه شما رو ساعت که هیچ وقت تند یا کند نمیشه، شما باید همینجوری اجرا بکنید. من گیتارم هم سیماش اکسید شد صدای باز میده، ولی خب مهم نیست، اینکه شما این تمرین ها رو فقط بتونید متوجه بشید کافیه. پس هیچ وقت سرعت رو کم و زیاد نمی کنیم. یک همین که همیشه سعی کنید برای گرفتن سازتون خیلی همیشه کمر صاف باشه، روی نیمه جلوی صندلی بشینید، هیچ وقت تکیه نمیدیم به صندلی، نیمه جلوی صندلی بشینید، سعی کنید تا جایی که براتون امکان داره کمرتون صاف باشه و گیتارتون همیشه به این حالت باشه، یعنی که شما وقتی از بالا نگاه میکنید فقط سیم ششم رو ببینید. اینجور ساز گرفتن اشتباهه، یعنی که شما سرتون رو بخواید خم بکنید که مثلا جای انگشتاتون ببینید اشتباهه. پس همیشه سازو به این صورت میگیریم، ترجیحاً همیشه یه مقدار دسته گیتار رو به بالا باشه، اینجور ساز گرفتن اشتباهه. یه مقدار دسته گیتار رو میگیریم بالا، نه حالا خیلی، ولی در این حد کافیه. میتونیم پای راست رو روی پای چپ بذاریم، در از این گودی رو روی رون پا قرار بدیم و ساز رو حتما جوری بگیرید که از بالا فقط سیم ششم رو ببینید. هیچ وقت اینجوری ساز رو نگیرید که بتونید داره تمام فرتا رو بخواید ببینید، چون بعدا به مرور زمان خود انگشتای شما در از
فلات ها رو پیدا میکنه. یعنی شما جلوتر که بریم پوزیشن رو که یاد بگیریم، شما میدونید که فرضاً اگر انگشت اولتون روی نوت دو هست اینجا، مسلماً انگشت سومتون روی نوت ر میخواد. پس نگران این نباشید، فقط سعی کنید سازو درست بگیرید. خب تا جلسه بعد، خداحافظ.